همیهنان عزیزم، شب و روز شما بخیر. در هر کجای این کره خاکی که هستید، برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. برنامه لایو امروز یا امشب ما مطابق معمول چهارشنبه ها این بار با عنوان زوال سیاسی و اختناق زمینه ظهور فرقه های جدید مذهبی است و این برنامه به مدت یک ساعت از طریق لایو فیسبوک و اینستاگرام آموزشکده جامعه مدنی توانا پخش خواهد شد و عزیزانی که موفق به تماشای لایو این برنامه نمیشن در روزهای آینده میتونن این برنامه رو از کانال یوتیوب آموزشکده جامعه مدنی توانا و همچنین وبسایت توانا مشاهده کنن. موضوع این برنامه همونطور که گفتیم ارتباط بین شرایطی است که بسیاری متفکرین اون رو زوال سیاسی، استبداد، اختناق میتونن، اختناق سیاسی و پیامدهایی که اختناق سیاسی به دنبال داره. در شرایط اختناق سیاسی و استبداد پیامدهای اجتماعی گاهی ظهور میکنه که دور از انتظاره، گاهی اتفاقاتی میفته، گاهی پیامدهای اجتماعی ظاهر میشه که متفکرین و جامعه شناسان ممکنه توقع و انتظار اون رو نداشته باشند، ولی گاهی اتفاقاتی میفته که به صورت تکرار پذیر در بسیار از جوامع عیناً، ولی خب در قالب‌ها و شکل‌های مختلف تکرار میشه. یکی از اونها در شرایطیه که یک حاکمیت استبدادی، یک نظام تک حزبی ایدئولوژی خودش رو با زور و فشار و اختناق در نسل‌هایی که در اون جامعه زندگی میکنن مغزشویی میکنه و ایدئولوژی خودش رو حاکم میکنه. در چنین شرایطی، در شرایط استبداد و خفقان، که ایده ها در واقع جرأت ظهور و بروز پیدا نمیکنن، افکار محدود میشن و فقط یک فکر و فقط یک فکر اجازه انتشار پیدا میکنه و بقیه افکار با محدودیت و ممنوعیت مواجه میشن، در چنین شرایطی معمولا گروه های فکری سر برمیارند. در جوامع مختلف ممکنه گروه های مذهبی سر برمیارند که تعداد زیادی از اونها تفکرات و ایده های عجیبی رو نشر میدن که بخشی از اینها در واقع تقصیر اونها نیست و معلول شرایط زوال سیاسی و استبداد و اختناق سیاسی. در ایران ما عیناً چنین شرایطی تکرار شده و بسیاری هستند که بسیاری از این گروه ها در طول تاریخ، به خصوص تاریخ معاصر، میشه پیدا کرد. امروز به اون گروه هایی که در واقع به عنوان منجی ظهور کردند و خودشون رو منجی مردم، منجی ملت از اون شرایط استبداد زده و از اون زوال و اختناق میدونند، مروری بر اونها خواهیم کرد و تا جایی که فرصت بشه ریشه‌یابی خواهیم کرد که منشأ و ریشه اصلی ظهور چنین گروه های عموماً مذهبی و عرفانی چیست. چند روز پیش ویدئوی منتشر شد که یک روحانی در یک جمعی به کودکان آموزش میده. در کانال تلگرام توانا هم منتشر شد که این روحانی به کودکان جایی آموزش میده که چطور اطاعت کنن از ولی فقیه، چطور شعار بدن، چطور آتش به اختیار باشن و اون شور و هیجان رو در واقع به اونها آموزش میده که چطور مطیع باشن. این نوع شخص پرستی، این نوع در واقع چهره سازی از یک فرد و مقدس سازی از یک فرد، یادآور سخنی است از زنده یاد سعیدی سیرجانی که جایی گفته بود امان از ملت استبداد زده در اختناق پرورده، که ذاتن بت پرستند و به حکم جهالت خیش تیشه بر بنیان آزادی و حیثیت خود میزنند و در مداحی و گزافه‌گویی چنان دو اسبه میتازند که امر بر خود فرمان روا هم مشتبه میشود و زمزمه سبحان ما اعظم شأنی بر لبانش مینشیند. این صحبت، این نقل قول از زنده یاد سعیدی سیرجانی تا حد زیادی روایتگر وضعیتی که در جامعه ایران، اون مقدس سازی که درباره رهبران سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی انجام شد در طی این 40 سال، یک سو نداره، بلکه سوی مقابلی هم داره. به همون نسبت که نظام حاکم تلاش کرد که مقدس سازی کنه و
در واقع رهبران فکری خودش رو انسانهایی در واقع فرا انسانی نشون بده، در مقابل هم در این فضای اختناق این رفتار مرید پرورانه و فرقه‌ای در بین گروه های نوظهور و عجیبی در جامعه ایران شکل گرفت که به صورت عجیبی اگر ما یک مروری داشته باشیم که امروز خواهیم پرداخت به این مسئله، در واقع از دید روانشناسی تاریخی ظهور چنین جریانات عجیب و غریبی که امروز در برایش صحبت خواهیم کرد، اینها معلول یک نوع در واقع همون دیسکورس و گفتمانی هستن که جمهوری اسلامی تولید کرده ولی در شکلهای مختلف بازنمایی میشه یا بازتولید میشه. این گروه های عجیب و غریب کسانی که اخبار رو دنبال میکنن میتونن ببینند که چه مصداقها و مثالهایی درباره در واقع این گروه ها وجود داره. چند سال پیش در سال 2008 بود، حدود 10-11 سال پیش، در استان کردستان زنی بود که ادعا کرده بود میتونه بیماران لاعلاج رو شفا بده و ادعا کرده بود که حضرت خدیجه است. در همین سالها یک فرقه مذهبی در قم شکل گرفت، فرقه مذهبی که خودشون رو پیروان امام 13 میدونستن و در واقع به جای اینکه رو به کعبه نماز بخونن، این گروه جدید ایدهشون این بود که رو به سمت مسجد جمکران نماز میخوندن. و این فقط یکی دو نمونه از این داستان هاست و نمونه های بسیار هست از کسانی که خودشون رو امام 14 میدونن، سید خراسانی میدونن، گروه تشکیل میدن، پیروانی پیدا میکنن، هوادارانی پیدا میکنن در شهرهای مختلف. غیر از اون داستان مهدویت و در واقع نائب مهدی بودن که اون هم داستان مفصلی داره، بسیاری از اینها کسانی هستند که در شهرهای مختلف در سالهای گذشته در بهبهان و کرج و اصفهان و تهران و تبریز، در سقز و خیلی شهرهای دیگه نظایرش رو داشتیم از اینها که امروز به چند تا از اونها اشاره میکنیم. از تاریخ گذشته برمیگردیم و به زمان خودمون خواهیم رسید و دست آخر بررسی خواهیم کرد که دلیل ظهور چنین افکار و ایده هایی در جامعه ایران چیه و با مصداق و مثال صحبت خواهیم کرد در این باره که زمینه ظهور چنین افکار از کجا در میاد. دلیل این برنامه، دلیل ساخت این برنامه و صحبت کردن درباره این موضوع، در واقع به جای اینکه از آخر به اول شروع کنیم بذارید از اول به آخر شروع کنیم، بذارید از آخر به اول شروع کنیم. چندی پیش یک فردی ظهور کرد که احتمالاً بسیاری از شما که در شبکه‌های مجازی هستید این موضوع رو دیدید، فردی که خود متولد فروردین 1367 بود و خودش رو دکتر سایان معرفی می‌کرد. این شخص در برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی هم شرکت کرده بود، مهمان برنامه حالا خورشید بوده با آقای رشیدپور و فردی بود که رزمیکار بود و این فرد ویدیوهایی ازش منتشر شد که خودش رو دانشمند و فیلسوف جهان میدونست و در این حال این ویدیوها که نشون میداد که این فرد در کوه و دشت و جنگل ادهی رو داره آموزش رزمی میده و اون وقت وعده میده که به زودی ظهور خواهد کرد و در بعد از ظهورش جهان رو پر از عدل و داد میکنه و اون ادعایی که معمولا همه کسانی که منجی هستن، یعنی در واقع ایده منجی بودن رو در آخر زمان مطرح میکنن، نظیر همونا رو هم مطرح کرده بود. فردی که اومده جهان رو نجات بده و جهان منتظر اونه و هیچ قدرتی نمیتونه جلودارش بشه و نظایر اون. احتمالاً بسیاری از کسانی که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنن این داستان رو دیدن و بله، ولی خب این اولین و آخرین نمونه نبود، جدیدترین نمونه بود که بسیاری از ما احتمالاً دیدیم. از نظر تاریخی این داستان برمیگرده به خیلی خیلی قبل‌تر از اینها که در این برنامه یک ساعت قطعاً فرصتش نیست که به همه اونها بپردازیم، ولی بیشتر تلاشمون رو می‌ذاریم روی نمونه‌های معاصر، نمونه‌هایی که در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده و بیشتر اون جنبه‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 اتفاق افتاده رو بررسی خواهیم کرد. یک نمونه از این افراد فردی بود در سال 1334 درگذشته، فردی بود به اسم سید غضنفر وزیری که یکی از اون مشهورترین مدعیان امامت در ایران بود که
به قولی به قول خودش ظهور کرده بود و تقریبا حدود 50 سال در اطراف کاشان و محلات در روستاهای این طرف اون طرف میچرخید، پیروانی پیدا کرده بود، مریدانی پیدا کرده بود و در عین حال تبدیل به یک فرقه خطرناک شده بود که دست به قتل و کشتار هم میزد. یکی از مشهورترین نمونه های قتل های این فرد در روستای عیسی آباد بوده در شهر محلات، که در واقع در حمام شهر محلات حمله کرده بودند و در روستای عیسی آباد و دست به کشتار زده بودند. و این تنها جنایت این گروه، این فرقه مذهبی نبود و بعدها این فرد ادامه داد به در واقع یارگیری و در شهرستان‌ها و روستاهای مختلف شروع کرد به مرید پروری و خودش روی شخصیت مقدس برجسته نشون میداد. در این حال که در پایان عمرش در دادگاه وقتی داشت محاکمه میشد، کسانی که علاقمندن میتونن به اون دوره تاریخی علاقمندن میتونن به صورت دقیق‌تر برن جستجو کنن و منابع مطالعاتی پیدا کنن. خب اونقدر مفصل هست که امروز فرصت نیست تمام جزئیاتش رو بهش بپردازیم، اما در یک از اون جلسات دادگاه درگذشت این فرد و در این حال که اظهار داشت در اون جلسه که در واقع همه اینها، این اعمالی که انجام داده بود در واقع فریب بوده، اما خب بسیار از اون مریدان باور نکردن و از اونجایی که ازش یک شخصیت مقدس ساخته بودن حتی مرگش رو هم باور نکردن. خب این نشون دهنده میزان مغزشویی افراد هست که خب یک نمونهش رو از اون دوران گفتم. بله، این تنها نمونه نبود. در دوران ما گروه ها و فرقه های مذهبی به شدت رشد کردند، روز به روز گسترش پیدا کردن این گروه های خطرناک، از اونجایی که در واقع این ایده های وهم‌آلود در جمهوری اسلامی از طریق تلویزیون مطرح می شد، افرادی در واقع می آمدن حرف های عجیب غریب می زدن، صحبت های می کردن از توهمات مذهبیشون، به قدری عادی و ساده سازی شد، عادی نمایی شد که جای تعجبی نداره که در چنین شرایطی افرادی در جامعه بتونن در واقع چنین نقشی برای خودشون قائل شن و چنین توهماتی به ذهنشون بیاد. چند سال پیش در تهران، تا همین چند سال پیش، خود من هم حتی دیده بودم در گوش و کنار در پیاده روها تبلیغاتی بود که منتشر میشد در پیاده روها در بخش مختلفی از تهران، خود من هم دیده بودم که یکی از اونها نوشته بود که سازمان علم حق و عدالت و یک گروهی بود که یک فردی تحت عنوان ابراهیم میرزایی خودش رو در واقع یگانه راه نجات میدونست و معتقد بود که اون هم مثل ایشون هم مثل دکتر سایان، فردی که خودش رو دکتر سایان چند وقت پیش معرفی کرده بود، خودش رو منجی میدونست و در این حال رزمیکار هم بود، درست مثل اصطلاحاً آقای سایان. بله، ایشون هم خودش رو در واقع پروفسور ابراهیم میرزایی میدونه، صاحب تألیفات بسیار، و این گروه هم در واقع از اگر که گروهی بوده، اگر مریدان و پیروانی داشته، رهبر فکریشون رو به عنوان یک انسان مقدس میدونستن و فردی فرا انسانی میدونستن که منجی جهانه و در واقع حالا اون ایده آخر زمانی که یک نفر در آخر زمان ظهور خواهد کرد، همه این کلمات عجیب غریب، اصطلاحات عجیب غریب که در صحبتاش به کار می‌برد، مشخصا نشون دهنده این که یک فرقه و یک گروهی است که این گروه در واقع خودش رو منجی عالم بشریت میدونه. این هم تنها نمونه نبود. در سالهای اخیر نه تنها مدعی امامت، مدعی پیامبری و مدعی مهدویت و نظایر اون، بلکه مدعی خدایی هم پیدا شد. در خوزستان چند سال پیش بود، فکر میکنم در سال 1389 در واقع خبرش منتشر شد و فردی بود که خودش به گفته اون چیزی که در جمهوری اسلامی مطرح شد ادعای خدایی کرده بود و دایی ارتباط با امام 12 شیعیان، که بر اساس
قانون مجازات اسلامی طبق مواد 513 639 و 640 قانون مجازات اسلامی متاسفانه این فرد به مرگ محکوم شد و در همون سال اعدام شد در اهواز. و خب در حالی که در بسیار از جوامع بسیار زیادن کسانی که ادعای خدایی و ادعای قدیسان منجی بودن میکنن، در سراسر دنیا این مسئله هست، ولی خب اینها بیماری های روانی هست که نیازمند درمان روانپزشکی هست و این افراد باید به هر حال تراپی بشن و بلکه بتونن سلامت عقلشون رو به دست بیارن. اما متاسفانه در حکومت استبدادی مذهبی این افراد تحت عنوان احکام غیر انسانی و وحشیانه مثل ارتداد به مرگ محکوم میشن، که همین نمونه که گفتیم در واقع فردی که بیمار بود و ادعای خدایی میکرد، بیمار روانی بود، قطعاً به مرگ محکوم شد. این هم از اون مسائلیه که متاسفانه خب هیچ آشنایی از اونجایی که با فقه و با قوانین اسلامی نگاه میکنن به مسئله حقوقی، هیچ آشنایی با زمینه های روانی مسئله ندارن. بله، در جوامعی که به مثال ها باز خواهیم گشت، در جوامعی که فشارها و اختناق سیاسی مردم رو تحت در واقع شرایط بسیار سخت و دشوار روحی روانی قرار میده، هم استبداد و اختناق هم بحرانهای اقتصادی، فرقی نمی کنه. در چنین شرایطی منطق سلیم چیه؟ منطقی که در واقع در اون یک اصل خیلی مهم حاکمه، اون اصل مهم اسمش هست سازگاری منطقی، به انگلیسی logical consistency. logical consistency یعنی سازگاری منطقی. بر اساس این اصل در واقع سازگاری منطقی، پکیج باورها و در واقع ایده های هر کدوم از ما باید سازگاری منطقی با هم داشته باشه. نمیشه اجزای فکر ما، اجزای ایده ها و منطق ما با هم دیگه تناقض داشته باشه. نمیشه که من باور به یک چیزی داشته باشم و در این حال باور به ضد اون چیز هم داشته باشم. این تناقض یعنی ظهور بروز تناقض در اندیشه و ساختار اندیشه انسان قاعدتا خلاف عقل سلیمه. قاعدتا نباید من به آ باور داشته باشم و به گزاره‌ای که نقیض آ، یعنی هم آ باشه و هم آ نباشه. این نشون دهنده اینه که یک جایی کار از نظر منطقی میلنگه. اما خب در شرایط بحرانی، در فشارهای اقتصادی، در استبداد، اختناق، گاهی پیش میاد که منطق فراسازگار حاکم میشه. منطق فراسازگار که بهش میگن پاراکانسیستنت لاجیک، یعنی منطقی که در اون فقط در رابطه شرایط استبدادی است، تعریفی هست از نوعی از منطق، اما در شرایط استبدادی و در فشارهای روانی حتی هر کدوم از ما ممکنه در شرایطی در بحرانهای روحی به باورهای متناقض برسیم، یعنی به چیزهایی باور پیدا کنیم که اینها با همدیگه همخونی نداره. این اتفاق در متاسفانه در ایران امروز ما در شرایط اختناق و استبداد سیاسی، در زوال سیاسی، این شاید بهترین کلمه ای باشه که در جمهوری اسلامی افتاده، ما دچار زوال سیاسی شدیم. یعنی در شرایطی که احزاب وجود ندارن، در شرایطی که فعالیت سیاسی وجود نداره و فقط یک حزب حاکم هست که میخواد اندیشه خودش رو ترویج کنه و فقط شما برای اینکه بتونید کار کنید، بتونید فعالیت سیاسی کنید، مشارکت اجتماعی کنید، قاعدتا باید فقط به همین حزب، فرقی نمی کنه به دو گروه اصلاح طلب و اصولگراش، اونها دو شاخه از یک حزب هستند، شما باید به اون حزب تعلق داشته باشید تا اجازه پیدا کنید که فعالیت سیاسی کنید. در حالی که جامعه ایران ابدا چنین یک دست نیست. ما در ایران شاید کشش و گنجایش ده ها حزب و گروه سیاسی رو داشته باشیم. اینطور نیست که همین مردم فقط به یک حزب و به صورت متحد و شکل مثل کره شمالی یک لباس بپوشن، همچین چیزی در ایران نیست. اما در شرایط استبداد، در شرایط حکومتی که تلاش میکنه که همه با هم یک دست، همه فقط یک ایده داشته باشن، یک امت باشن به جای مردم و به جای جامعه، امتی رو ترویج میکنه که امام امتی یک ولی فقیهی نشسته و بقیه فقط باید ازش اطاعت کنن و حتی نپرسن چرا، در چنین شرایطی این منطق فراسازگار
منطقی که در اون اجزای متناقض میتونه دیده بشه و هیچ مشکلی هم پیش نیاد بسیار دیده میشه. ما در چنین شرایطی شاهدون هستیم که بسیاری از مردم به خاطر همین فشارهای استبداد سیاسی، اختناق و حتی فشارهای اقتصادی، عقاید کاملا متناقض و متضاد رو میتونن کنار هم داشته باشن. یعنی تصور کنید فردی که به شکلی کاملا تناقض آلود هر کاری رو ممکنه انجام بده، ولی در این حال مثلا خودش رو معتقد مذهبی بدونه. میتونه مثلا کسی که معتقده به حجاب ولی در این حال یک باور وصل پینه ای از اون داره. یعنی چی؟ یعنی میتونه بپذیره که فرض کنید که مایو بپوشه و در این حال روسریش رو سر کنه و این دوتا رو با هم داشته باشه. احتمالا در چند سال اخیر خیلی از ما تصاویری از این باورها رو دیدیم و نمونه‌های بسیاری از اون رو هم شنیدیم یا خودمون تجربه کردیم، کسانی که باورهاشون وصل پینه ای هست با عقاید مخلوط و در واقع ناسازگار. این عدم سازگاری منطقی موضوعی که در واقع در شرایط استبداد و خفقان بسیار دیده میشه. در مذهب همینه، در سیاست همینه. فرد هم میخواد در واقع تغییر، هم خواستار تغییر هست در ایران و هم خواستار تغییر نیست و هم میخواد همین حکومت بمونه. یا فرض کنید فرد بی خدایی که فردی که اعتقادی مذهبی و حتی به خدا هم اعتقاد نداره، اما در انتخابات میره شرکت میکنه، به یک حکومت دینی و به یک روحانی شیعه رای میده که ازش انتظار داره که حقوقش رو استیفا کنه. ولی خب این اصلا عقلانه نیست. در واقع اگر نگاه کنیم میبینیم این معلول منطق فراسازگار هست و با منطق سلیم جور در نمیاد چنین باورهایی. اما خب در شرایطی همونطور که گفتیم، در شرایط استبداد سیاسی، خروجیش بخشیش همین منطق فراسازگار هست که متاسفانه چاره هم برای رهایی از اون نیم اختناق و استبداد رو، ریشه استبداد و اختناق رو از کشور حذف کنیم و بکنیم. برگردیم ببینم به سوالات نگاهی بندازم، اگر نه که ما بریم سراغ ادامه بحث. بله، دوستی پرسیدن که فردی که به اسم ابراهیم میرزایی بود، پرسیدن چند سالتونه که خاطرتون هست؟ من خاطرم هست به خاطر اینکه خب ابتدای انقلاب خاطرم نیست، اما تاریخ رو دنبال کردم و میدونم که در چنین دورانی خودم هم بروشورهای تبلیغاتیشون رو دیدم و نه اینکه خود فرد رو دیده باشم. بله، برسیم به ادامه بحث. ادامه بحث ما راجع به نمونه های دیگه ای هست که در سالهای اخیر ظهور کردن. بخشی از اونها ممکنه همشون رو نتونیم در واقع بپردازیم. یکی از این گروه هایی که در چند سال اخیر شکل گرفت، یک گروه عجیبی بود که خیلی هم سر و صدا کرد دورانی، ولی خب زود تبش خوابید. یک جمعیتی بود تحت عنوان جمعیت آل یاسین که یک رهبری معنوی داشت اصطلاحاً، که فردی خودش رو ایلیا میم یا رام الله میدونست که با در واقع شیوه تفکر را آموزش میدادند و که حتی کتاب های مختلف، مجلات مختلفی منتشر میکردند، مجوز داشتند. ولی این آموزه های عرفانی به نظر میرسید که جمعیت از نظر مذهبی بی خطر باشه برای حکومت، چون حکومت جمهوری اسلامی هر رقیبی و هر قرائتی غیر از قرائت فقاهتی خودش رو معمولا باهاش زاویدار میشه، اگرچه که اول زاویه نداشته باشه، بعدن کم کم متوجه میشه که نه، یک راه حل جدیدی گویا پیدا شده و داره توجهات رو به خودش جلب میکنه و معمولا برخورد میکنه. این جمعیت هم به همین شکل با متاسفانه برخورد جمهوری اسلامی مواجه شد. گروهی که افراد، به هر حال یک فرقه تشکیل شده بود که این افراد یک فرقه عرفانی مذهبی بودن که از اونجایی که با اون قرائت اصلی فقاهتی جمهوری اسلامی همخونی نداشت، اینا هم زیر فشار قرار گرفتن، به زندان افتادند و خیلی خبری متاسفانه ازشون منتشر نمیشه در سالهای اخیر که ببینیم که فرجام رهبران این گروه به کجا رسید. اما خب شخص پرستی و این
در واقع روحیه مریدپروری در این گروه بود و ویدیوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی در یوتیوب همیشه پیدا کرد که اعضای گروه جمعیت آل یاسین معتقد بودن که آقای پیمان فتاحی رهبر جمعیت آل یاسین میتونه مرده زنده کنه، پرنده مرده ای که از بالای درخت مثلا افتاده دست بهش بکشه شفا بده زنده کنه و قوای معنوی خارق العاده داره و این داستان هایی که خب این تنها نمونه نیست، در سالهای اخیر نمونه ها فراوونند. من امیدوارم در این برنامه به بسیاری از اونها برسیم. در سالهای اخیر یک نمونه ای در هشتگرد بود که فردی معتقد یا مدعی بود، مدعی ارتباط با امام زمان بود، امام به تعبیر شیعیان غائب، که معتقد بود که با استفاده از بشقاب پرنده رفته و امام غائب رو دیدار کرده و توی این بشقاب پرنده یه سری تجهیزاتی بوده و این فرد رفته داخل اون بشقاب پرنده و بشقاب پرنده مبله بود، سیستمی داشت که توش وسایل الکترونیکی داشت و افرادی رو که مرید این فرد بودن در هشتگرد اینها میرفتن مثلا به ملاقات و حتی یک کعبه درست کرده بود که اونجا مردم با لباس احرام میپوشیدند و دور خونه حج رو مثلا به جا می آوردن و این داستان در چند سال اخیر خیلی سر و صدا کرده بود. این یک نمونه از اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده بود. بله، همونطور گفتیم نمونه ها فراوون هست. از این نمونه ها یکی از مشهورترینش ماجرای گروه عرفان حلقه هست که شاید بیش از هر گروه دیگه در چند سال اخیر با قرائت فقاهتی جمهوری اسلامی زاویه پیدا کرد. گروهی بودن که در حوزه‌های مختلفی وارد شدن، حتی در حوزه طب و درمان که خب متاسفانه حوزه خطرناکی هست، ولی اینها آموزه های عرفانی و عجیب و غریبی مطرح می کردن که خب این آموزه هایی که مبتنی بر در واقع بی اطلاعی و حالتهای روانی به خصوص هست که اون هم در واقع معلول استبداده، اگر استبدادی نباشه زمینه برای ظهور چنین افکار جنون‌آمیزی شاید فراهم نشه. متاسفانه در حاکمیت ایدئولوژیک به این افراد به چشم رقیب رقبایی دیده میشه که میخوان در واقع ایدئولوژی‌های موازی رو ترویج کنن و نه به چشم افرادی که حالا این افراد به هر دلیل حالا اختلالات روحی روانی یا شکلی یک فرقه با هر ایده دیگه ای قراره که در واقع رشد کنن و مرید پروری کنن. در بسیار جوامع ممکنه وجود داشته باشه، اما خب به این شکل در ایران یک الگو و مدل خاصی داره که یکی از اون نمونه هاش همین گروه عرفان حلقه بود که در دهه 80 تشکیل شد و خب در دهه 90 دیگه کم کم متاسفانه به شدت زیر فشار قرار گرفتن و همونطور که انتظار میرفت حکومتی که بر اساس فقه و فقاهت شکل گرفته و نه بر اساس حقوق و جامعه مدنی حکم ارتداد میده طبق معمول به آقای محمد علی طاهری پایه‌گذار این گروه، و سالهاست که ایشون برای چندمین بار از زمانی که از سال 90 بازداشت شدن در زندان هستند و اگرچه که این حکم اعدام خوشبختانه لغو شد، اما متاسفانه تا همین چند وقت پیش، تا همین چند روز پیش، تا همین آذر 97 بسیار از پیروان عرفان حلقه باز مجدد بازداشت شدن. این لیدرها و رهبران این گروه مدام تحت فشار قرار می گرفتن و بازداشت می شدن و همونطور که گفتیم پایه‌گذار این گروه آقای طاهری در حدود 7 ساله که زندانیه که و این دوبار صدور حکم اعدام هم خوشبختانه لغو شده. اما برخورد حکومت که خودش بر اساس خرافات و در واقع همین ایده های مذهبی موهوم هست با گروه ها و فرقه هایی که اونها هم ایده های از جنس دیگه و با قرائت دیگه موهوم مطرح می کنن فقط از جنس مقابله با رقباست. بنابراین حاکمیتی با این گروه ها برخورد میکنه که خودش در واقع یکی از اون هاست، یکی از همون فرقه هاست، اما از اونجایی که حالا به هر دلیل در حکومت قرار گرفته و اداره امور کشور به دستش افتاده، خودش لااقل احساس نمیکنه که خودش هم یکی از همین گروه هاست و هر کدوم از اینها همین گروه هایی که داریم صحبتشو میکنیم میتونست در واقع جای اونها باشه. بله، این
مسئله آقای در گروه عرفان حلقه و آقای طاهری هم یکی از اون مسائل بود که جمهوری اسلامی طبق معمول قوه قضاییه اینها رو متهم میکنن به حکم بسیار وحشیانه و در واقع مجازات بسیار وحشیانه ای که تحت عنوان فساد فی الارض در نظر گرفته میشه و متاسفانه با هیچ یک از معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق انسان همخونی نداره. بله، این هم از گروه عرفان حلقه که در سالهای گذشته بسیار سر و صدا کرد. ادعای وحی و ادعای پیامبری خدایی، خب اینا مسئله ای که روانکاوها بهتر قطعا خواهند دونست در موردش صحبت کنند، تحت چه شرایطی ایجاد میشه، بیماران اسکیزوفرنی چه میشنوند چه میبینند. بسیاری هستن از قاتلینی که اینها در واقع صداهایی میشنوند، بیماران اسکیزوفرنی توهمات شنیداری دارند، توهمات دیداری دارند و صداهایی میشنوند که اون صداها اینها رو وادار میکنه به انجام یا عدم انجام کارهایی. چند سال پیش بود، در سال 95، که یک مرد 37 ساله بود که شروع کرده بود به انتشار شبنامه و بعثت خودش رو اعلام کرده بود، ادعای میکرد که بهش وحی میشه و یه دین جدیدی رو هم آورده بود. از این ادیان جدید کم نیستند و این یک نمونه بود که در پردیس اتفاق افتاده بود، در پردیس کرج. بله، این گروه ها به قدری زیاد شدن و به قدری زیاد میشن که جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه، اما نه از روی منطق، نه از روی خرد، بلکه از دید اینکه گروه ها و فرقه های جدیدی که ظهور کردن اینها رقبایی هستن که قرائت های دیگه ای دارن. در واقع در برابر موهوم نوع الفی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه در تریبون های نماز جمعه، در تلویزیون، از عجایب و غرایبی صحبت میکنه که با هیچ عقل سلیمی جور در نمیاد، بر اساس خواب، رویا و خرافه هاست، با گروه های دیگه‌ای که ایدولوژیشون و آموزه هاشون حالا بر مبنای شخص پرستیه و بر اساس خرافات و آموزه های موهوم نوع دیگه‌ای مثل نوع به هست، با اینها مقابله میکنه، اینها رو سرکوب میکنه، اما نه از روی عقلانیت، بلکه به خاطر اینکه رقبایی در توزیع مهماتی که خود جمهوری اسلامی میخواد و دوست داره که ترویج کنه ایجاد شده و بنابراین دوست نداره رقیب داشته باشه، مثل بازاری میمونه، مثل یک مارکتینگی میمونه که یک در واقع کالایی رو داره میفروشه و نمیخواد فروشنده و دست زیاد بشه در این بازار، نمیخواد کالاش توسط رقبای دیگه هم فروخته بشه و فقط میخواد بازار دست خودش باشه. بازار فریب و بازار شخص پرستی میخواد در انحصار خودش باشه و دقیقا این همین نکته‌ایه که در جمهوری اسلامی میبینیم که این برخورد رو میکنه با گروه های و شکل های مختلفی که از گروه های عرفانی در واقع تشکیل میشه، اگرچه که ممکنه در ابتدای کار به اونها تریبون بده. ولی اینکه این اتفاق افتاد، درباره گروه عرفان حلقه این اتفاق افتاد، هم مجوز داشتند و هم نشریه داشتند، هم میتونستن کلاس برگزار کنند، اما به تدریج با اقبال عمومی که از این گروه ها در شرایط استبداد، مردمی که دنبال منجی هستند، دنبال راه نجات هستند، تن به هر عقیده غیر از اون ایده جمهوری اسلامی میدن، غیر از اون ایده فقاهتی، افراد به شدت استقبال کردند، به خصوص از همین گروه در بین نسل جوان. کسانی بودن که دنبال معنویت‌های نوع متفاوت با جمهوری اسلامی هستند، دنبال معنای زندگی هستند، دنبال این هستند که در واقع یک قرائت جدید بشنوند و به محض اینکه قرائت متفاوتی میشنوند ولو قرائت دینی جذبش میشن. این اتفاقی افتاد که به محض اینکه چنین استقبالی رو دیدند شروع کردن به برخورد با این جریانات و به شدت اونها رو سرکوب کردند و ممنوع اعلام کردند. این هم از اون عجایبی که شاید فقط در یک حکومت استبدادی میشه دید. چند سال پیش، شاید در سالهای اول دهه 80 هم، این باورهای مهمی و عجیب و غریب خب سر درازی داره و داستان طولانیه. یک مجله منتشر میشد تحت عنوان مجله روح و روان که در اون داستانهای ترسناک و عجیب و غریبی مطرح میشد از
ملاقات با ارواح و داستان اشباح و این چیزها که خب ایجاد رعب و وحشت میکرد در خوانندگان، ولی خب مجوز داشت و کلاس های عجیب و غریبی هم حالا برگزار میشد تحت عنوان کلاسی که تمرکز کنن و افراد بتونن بر افکار و ایده هاشون مسلط شن. اما در واقع این گروه هایی که یک روکشی هم از مذهب دارن، از اونجایی که قرائت های متفاوتی با قرائت فقاهتی مطرح میکنن، معمولا سرکوب میشن یا اینکه ممنوع میشن. این نشریه هم در سال 1383 به این سو دیگه منتشر نشد، ولی خب کسی که این گروه رو پایه‌گذاری کرده بود فردی بود به اسم حسن رهبرزاده که مدعی بود 52 جلد کتاب در باب ماورای طبیعی و چیزهای عجیب و غریب و زندگی بعد از مرگ و روح و روان و اشباح این مسائل نوشته و مجوز رسمی داشت همونطور گفتیم و انجمن علوم روحی و مؤسسه خدمات آموزشی هم حتی برگزار کرده بود، در واقع تأسیس کرده بود و کلاس هم برگزار میکرد. این هم از اون مسائلی که در ابتدا مجوزهاش داده میشه، درست مثل گروه عرفان حلقه، ولی در ادامه سرکوب میشه. راه حل در واقع مقابله با چنین گروه هایی که نمونه های دیگه و به خصوص نمونه هایی که پایه های مذهبی قوی تری دارن، این گروه ها بیشتر رویکرد عرفانی دارن، چون راه حل عرفانی در واقع یک راه حل پارالل و موازی هست با رویکرد فقاهتی که در حکومت جمهوری اسلامی ترویج میشه. اما بعضی گروه هستن که واقعا به شدت گروه های مذهبی هستن که ظهور میکنن. یکی از اون گروه های مذهبی که خواهم گفت و بعد در ادامه به این مسئله خواهم پرداخت که راه حل در واقع نجات از چنین باورهای موهومی در جامعه چیه و چطور میشه ما یک جامعه داشتیم که داشته باشیم که بر اساس خرد و عقلانیت بتونه تصمیم بگیره، در تصمیم سازی سیاسی مشارکت داشته باشه. یکی از اون گروه ها که در سالهای اخیر به شدت تونست عضوگیری کنه و در واقع رشد کنه، این گروه دیگه گروه قرائت عرفانی نبود، متفاوت بود با گروه هایی که نوعی از عرفان و تصوف رو ترویج می کردن و نوعی از قرائتی که در واقع قرائت بیشتر قرائت صوفیانه هست و نه قرائت فقاهتی که اونها به شدت زیر فشار امنیتی حکومت جمهوری اسلامی قرار می گرفتن. اما یکی از این گروه ها یک فردی بود که در سالهای اخیر به شدت سر و صدا کرد و خود من هم بسیاری از پیام ها و ایمیل ها و مسیج های این گروه رو دریافت میکنم که خواستار تحدی هستن، اصطلاحاً خواستار این هستن که بیان مذاکره کنن، گفتگو کنن، کتاب بنویسن. فردی تحت عنوان احمد الحسن در سالهای اخیر ظهور کرد که این گروه دیگه واقعا یه گروه مذهبیه، گروه در واقع عرفانی نیست. این گروه که خودش رو وصی و فرستاده امام غایب شیعیان میدونه و در ظاهرن در اواخر سالهای حکومت صدام حسین ایجاد شده بود، یعنی خیلی هم جدید نیست. اما چند سال اخیر بود که احمد الحسن خیلی جاها ممکنه توی شبکه‌های اجتماعی اکانت‌های فراوانی درست کردن و به شدت به زبان‌های مختلف فعالیت می‌کنن، کتاب می‌نویسن در زمینه‌های مختلف در مقابله با مثلا بی‌خدایی، خودشون رو آماده میکنن برای دیالوگ، گفتگو و در واقع به قول خودشون کلمه‌ای که به کار میبرن تحدی هست. مؤسسه تشکیل دارن به عنوان وارثین ملکوت، مؤسسه علمی فرهنگی وارثین ملکوت که وبسایت دارن، شاخه‌های مختلفی داره که اتفاقا در برابر برنامه ما مقاله مفصلی برای خود من هم ارسال کردن که خواستار پاسخ بودن. درباره برهان نظم میخواستن صحبت کنن بر اساس آراء رهبر و اون پیشواشون که یک فردی باشه که اون فرد معتقدن که این انسان، این فرد در واقع وصی امام غایب شیعیانه. بله دریافت کردم، خود من هم دریافت کردم، ولی خب این سوالاتی که مطرح شده بود درباره این که پرسیده بودن، چند تا سوال بود که بیشتر در زمینه تکامل داروینی بود و نقد بی خدایی و به خصوص دو تا سوال بود که سوال یک این بود که اگرچه
اگر اون که دنیا بر اساس تصادف هست و بنابراین تصادفی بودن انتخاب طبیعی رو در نظریه تکامل داروینی توضیح بدید. اینو خطاب به آقای دکتر نیری گفته بودن ولی برای من هم چون با اون برنامه کار میکنم فرستاده بودن. سوالات بسیار عجیب و غریب و اشتباه، چون نشون دهنده اینه که اساسا درک علمی نداشتن و فقط خواستن که خیلی مدرن و بروز باشن. و سوالی هم که مطرح کردن اشتباه، اصلا انتخاب طبیعی تصادفی نیست، ولی اونها از ما خواسته بودن که اثبات کنیم که انتخاب طبیعی تصادفی هست، در حالی که نیست. ما خودمون میگیم نیست ولی خب اونها اصرار داشتن که ما اثبات کنیم که هست. و این هم نشون دهنده اینه که آشنایی با علم و نظریه داروین به خصوص ندارن. بله، این گروه به شدت دنبال مناظره هست، مناظره به سبکی که در تاریخ اسلام فراوون هست، در تاریخ تشیع که مناظره میکردن با مثلا مذاهب دیگه، با رهبران مذاهب دیگه و برتریشون رو ثابت میکردن. به هر حال این گروه هم پیروانی پیدا کرد و به خصوص در ایران و عراق و بین شیعیانی که منتظر ظهور بودن این اتفاق افتاد. این اتفاق در زمان قاجار هم افتاد، در دوره از زمان قاجار که شرایط در واقع زوال سیاسی ایران رو شاهد بودیم. زوال سیاسی ایران در شرایطی که اختناق و استبداد به حدی رسیده که جامعه هیچ امیدی به آینده نداره. این اتفاق درباره 40 سال حکومت جمهوری اسلامی هم افتاده. امید به آینده تقریبا داره به صفر میرسه. یعنی با وجود این بازی‌های سیاسی که به خصوص بعد از خرداد 76 شروع شد و امیدی در بخشی ممکن ایجاد کرده باشه که امیدوار بودن که شرایط بهتر شه، با گذشت زمان در واقع فردی که در 2 خرداد 76 متولد شده بود الان جوانی است که در انتهای تحصیل دانشگاهش به سر میبره و دیگه داره فارغ التحصیل میشه. در این 20 سال هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ امیدی محقق نشد و تمام اینها فقط صرفاً بازی هایی بود. نه شرایط اقتصادی بهتر شد، نه شرایط سیاسی بهتر شد و بنابراین این امید شکست خورده، این یأس در واقع باعث شد که جامعه پناه ببره به ایده های عجیب و غریب. معمولاً بسیار از جامعه شناسان همین ایده رو مطرح میکنن که در شرایط شکست های اجتماعی، در شرایط بنبست سیاسی، زوال سیاسی، یأس، شکست بعد از جنگ، نرخ روی آوردن به کتاب های عارفانه و عقیده های عجیب و غریب، عدم تعلق خاطر به دنیا و اینجور ایده های عجیب و غریب معنوی بسیار نرخش بالا میره و به صورت معنادار بیشتر میشه. دلیل اون هم شاید این باشه که این اقبال عمومی به سمت معنویات عجیب و غریب و گروه های عجیب و غریب فکری و معنوی اصطلاحاً و گروه های عرفانی به این خاطره که افراد از دنیایی که از اون دنیا دیگه هیچ امیدی براشون باقی نمونده و فکر میکنن که دیگه کاملا شکست خورده است و درست شدنی نیست، پناه میبرن به یک دنیای ذهنی، به یک دنیایی که در اون دنیای خیالی، دنیای عرفانی، دنیای خاصیه که فرد میتونه دمی بیاساید و فراموش کنه تمام شکست‌ها و ناکامی‌های سیاسی و یأسی که در شرایط سیاسی و اختناق سیاسی ایجاد شده. بنابراین در ایران همین اتفاق افتاد. همونطور که گفتیم در دوره قاجار هم این بحث منجیانی که ظهور می‌کردن فراوون بود، میشه بسیار دید که در اون دوران هم پای منبر در نجف و کربلا هم بسیار از همین آخوندهای شیعه این ایده رو ترویج میکردن که ظهور نزدیکه و بنابراین درسته که شرایط به بدترین میزان بی‌نظمی و بی‌قانونی رسیده، اما منجی هست که ظهور خواهد کرد و همین شرایط رو بهتر میکنه. این حداقل کورسوی امیدی بود که میتونست در افراد ایجاد کنه و خب عده پیروانی پیدا میکرد که امید در دلشون دوباره زنده میشد که تصور میکردن بسیار خب، پس ما رسیدیم به آخر زمان، جامعه در حال انحطاط، شرایط استبداد و اختناق سیاسی حاکمه و بنابراین الان زمانی که ما امید ببندیم به یک منجی که این منجی بیاد یک شبه همه چیز رو درست کنه. خب چنین منجی هم از اونجایی که بر اساس توهمات و تخیلات بود و نه طرح و برنامه، افرادی بودن که در همون نجف و کربلا در حوزه ها در پای منابرشون اینو ترویج میکردن که ظهور نزدیکه و بسیاری از اون شاگردان تحت تاثیر این وعده ظهور قرار میگرفتن. ولی اینکه در حال حاضر هم هست بسیاری مدعیانی، کسانی که مدعیان که منجی هن، تحت تاثیر این القاعات، این ایده هایی هستن که
در واقع در این شرایط اختناق و استبداد سیاسی یک نفر بیاد که ظهور کنه و تمام مشکلات رو حل کنه. و کسی هم که عقاید مذهبی داشته باشه معمولا با دید مذهبی به این داستان نگاه میکنه و تصور میکنه که این منجی آخر زمان میتونه همه مشکلاتش رو حل کنه. من نگاهی میندازم به پرسش هایی که مطرح میشه. دوستی پرسیدن که به دوربین نگاه کن. ما اینجا سه تا دوربین هست و بنابراین من در واقع دارم به دوربین نگاه میکنم، ولی خب دوربین لایو اینستاگرام ممکنه جهتش متفاوت باشه. سوال اول، آیا یک دولت نباید در برابر خرافات نیز بیطرف باشد؟ مرز خرافه و عقیده شخصی کجاست؟ اینکه چه کسی، چه فردی، چه عقیده‌ای داره ولو خرافی از دید کسی که علم باور هست خرافی، در واقع یک مسئله‌ای که در یک دولت سکولار، دولتی که سوگیری نداره از نظر مذهبی، براش فرقی نمی‌کنه شهروند یهودی، بهایی، مسلمان یا بی خدا چه عقیده‌ای داره و چی ترویج می‌کنه ولو خرافه، در واقع باید اینطوری باشه. بله، دولت باید کاملا بی‌طرف باشه، مگر اونجایی که در واقع یک خرافه پا به میدانی میگذاره که مثلا سلامت عمومی رو به خطر میندازه. فرض کنید فردی بیاد که یک بیمارستان برای خودش تأسیس کنه و بگه که شما بیاین پیش من و اگر دست بهتون بکشم مثلا بیماریتون شفا پیدا میکنه. در چنین حالتی خب حتی دولت سکولار هم به در واقع این افراد رو به اتهام کلاهبرداری و در واقع باید بیاد باشون برخورد کنه. این ربطی به دین و مذهب و این چیزا نداره. کلاهبرداری در همه جای دنیا دزده در واقع وجوده، سوای این که این افراد چه دینی چه مذهبی داشته باشن، خرافاتشون از چه جنسی باشه. نفس چنین سوء استفاده هایی مثلا در حوزه بهداشت درمان، از جایی که سلامت اجتماعی رو به خطر میندازه، باید پیگیری بشه به عنوان کلاهبرداری. شما چرا از مقابله با این باورها سخن میگویید؟ به نظرم خرد و عقلانیت باید در حوزه حکومتی وجود داشته باشه و در حوزه جامعه افراد باید در انتخاب باور و ترویج آن آزاد باشن. ایده شما در نهایت به سرکوب میانجامد. من اینطور فکر نمی کنم. اگر افرادی آزاد باشن که ایده های خودشون رو مبنی بر وجود انرژی درمانی، دنیای غیب یا مثلا سنگ هایی که اینها شفا بخشن یا هر چیزی دیگه، این ایده های خرافی، آب مقدسی که میتونه شفا پیدا کنه، شفا بده افراد رو، این ایده ها فراوان هستن در شبکه‌های اجتماعی، از مهره مار گرفته تا چیزهای دیگه میفروشند و خب تجارت میکنن، فال قهوه، فال تاروت، اون افراد وجود دارن، بازاری هست، مشتری داره، خریدار داره. تا زمانی که در واقع فقط در همین حوزه هست حرفی نیست. اگر اونها آزادی دارن، آزادی بیان دارن که افکارشون رو ترویج کنن، کسانی هم که مروجین علم هستن اونها هم آزادی بیان دارن که این افکار رو رد کنن. بنابراین من ربطی بین این قضیه و سرکوب نمیبینم، چون همه آزادن، اون افراد آزادن ایده خودشون رو ترویج کنن و در مقابل کسانی که وظیفه آگاهی دادن به اجتماع رو دارن، اونا هم آزادانه عقایدشون رو میتونن ترویج کنن و نشون بدن که این عقاید مثلا مهره مار و این مسائل خرافاته. بنابراین من منافاتی نمیبینم با آزادی بیان. شما چگونه با اطمینان از باورهای علمی خود سخن میگویید؟ پنبه قطعیت علمی سالها زده شده است. متوجه نمیشم، اصلا همچین چیزی نیست. پنبه قطعیت علمی به هیچ عنوان زده نشده. عقلانیت در علم همچنان مبنای اصلی تفکر ماست. رویکرد پوزیتیویستی شما دیگر محلی از اعتبار ندارد. رویکرد من پوزیتیویستی نیست، یک، اما باید بگید که چطور. بله، همه موضوع از یک درجه اعتبار برخوردار هستن. نه خیر، اصلا اینطور نیست. شما در واقع ایده شماست، شما به نسبیگرایی معرفت شناختی باور دارید و بر اساس نسبیتگرایی معرفت شناختی فکر میکنید هر باوری بهره‌ای از حقیقت داره. چنین چیزی به هیچ عنوان در علم مدرن جا نداره. این که ما بپذیریم که عقاید دیگه هم وجود داره، مثلا اگر من بگم E برابر با MC به توان 2 درسته، اگر نظر شخصی بگم E مساوی با MC به توان 3 هم درسته، نمیشه همچین چیزی. علم دقت داره، عقلانیت پشتشه، آزمون و تجربه هست. نمیشه نظر شخصی شما بگید من مثلا یه فریمی دارم و بر اساس این چارچوب من نظر شخصی اینه که مثلا شتاب گرانش زمین 10 نیست بلکه 15 است. نداریم همچین چیزی در علم. شما در علم یک توافق اصولی دارید. بله، نظریه‌های علمی متفاوتن، اما در نهایت قوانینی که جامعه علمی حول اون
توافق میکنه. به این بحث نسبیتگرایی معرفت شناختی هم موضوعی که در آینده بهش خواهیم پرداخت، اما در علم نسبیگرایی به هیچ عنوان جا نداره. بله، در سیاست نسبیگرایی نشون دهنده این که ماها انسان‌های گشوده‌ای هستیم، در برابر افکار مختلف میتونیم نسبیگرا باشیم و عقیده قطعی و نهایی درست وجود نداره. این کاملا قابل پذیرشه. اما در علم قطعا ما نسبیگرایی نداریم و بی‌معناست نسبیگرایی معرفت شناختی در علم همچین چیزی نیست. سوالی پرسیده شده که بله، آیا خود دین یک خرافه نیست؟ باور به میراث خودش یک خرافه نیست؟ باور به اینکه مریم بدون شوهر بچه به دنیا آورد خودش خرافه نیست؟ بله، از دید علمی کاملا اینها خرافاتی هستند که با هیچ عقل سلیمی، با هیچ خرد و منطقی نمیخوره. اما یک مسئله خیلی مهم، باورهای دینی صرف نظر از این که منشأ اونها چیه تفاوت میکنند با باورهای موهومی که حالا مثلا فردی بر اساس بیماریهای اسکیزوفرنی در واقع یا مشکلات روحی روانی اونها رو باور میکنه، اون عقاید رو. اگر فردی معتقد باشه که مثلا نیمه شب با موجودات فرازمینی با بشقاب پرنده آمدن بردنش، اومدن باهاش صحبت کردن، که نمونه های از این گزارش ها فراوون هست در سراسر دنیا، در ایران هم هست، خب دکتر روانپزشک خب اولین چیزی که مشکوک میشه به اینه که خب این فرد رو باید درمان کنه. اما اگر فردی باور داشته باشه که مثلا رفته پیش امامزاده، شفا گرفته، دیدتش امامزاده رو یک مثلا پارچه سبزی بهش تقدیم کرده، تقریبا میشه گفت که هیچ روانپزشکی نخواهد گفت این فرد بیمار روانیه، به خاطر اینکه اون باور بخشی از فرهنگ اون فرده، بخشی از باورهای کودکیشه که در قالب مذهب و فرهنگشه. بنابراین این متفاوته با یک مثلا باور عجیب و غریب خرافی که بخشی از فرهنگ اون فرد نیست. اینکه بشقاب پرنده بیاد فرد ببره و مثلا موجودات فضایی باش صحبت کنن بخشی از مذهب و فرهنگ اون فرد نیست، ولی باورهای مذهبی هستن که فرد به چیزهای متناقض و اصلا غیر منطقی باور داره، مثل به دنیا آمدن فرزند مریم یا مثلا مثال‌های دیگه‌ای که در ادیان وجود دارن، عجیب و غریبن و با خرد و علم جور در نمیان. اما با این وجود اینها نوع خرافه‌شون، نوع شبه علمشون، نوع باور فرق میکنه با باورهای ساختگی از جنس دیگه‌ای که مثالش رو زدم. بله، این هم از ماجرای باورهای خرافی در ایران که نمونه های بسیاری من دوست داشتم که در این برنامه نام ببرم، اما این نتیجه‌ای که میخواستیم از این بحث بگیریم اینه که در شرایط اختناق، در شرایط استبداد، مردم مستعصل میشن از نظر فکری چون راه حل سیاسی پیدا نمیکنن. زمانی که حقوق مشخصی وجود نداشته باشه، یعنی یک آیین حقوقی مشخص وجود نداشته باشه که از طریق کاملا مدنی و حقوقی شما بتونید مطالبات اجتماعیتون رو بگیرید، همونطور که در کشورهای مترقی وجود داره، شما میتونید از طریق کاملا مدنی، از طریق دادگستری بتونید حقوقتون رو استیفا کنید. این کاملا ممکنه، یک مکانیسم مادی وجود داره. اما در جوامع استبداد زده، به خصوص استبداد زده مذهبی، از اونجایی که چنین مکانیسم عادلانه‌ای در دادگستری وجود نداره، شما نمیتونید به حقوقتون برسید، حقوق شهروندیتون برسید، اون وقت دست میتونه افرادی که تفکر نقادانه نداشته باشن دست به دامان خرافات بشن، دست به دامان این بشن که بسیار خوب، پس من به حقوقم نمیرسم، نمیتونم از طریق یک دادگستری عادلانه و یک حکومت سکولار بیطرفی که کاملا بیطرفانه، بدون توجه به اینکه یکی آقازاده است، یکی بهایی، یکی یهودی، یکی مسیحی، یکی مسلمان، بتونه حقوقتون رو به شما بده، دست به دامان خرافات میشید و دست به دامان منجی، یعنی منتظر یک منجی افراد خواهند شد که اون منجی بتونه تمام مشکلات رو حل کنه یک شبه، یه منجی مذهبی که ظهور خواهد کرد. و نمونه هایی که در سال اخیر دیدیم همه اینها در واقع پاسخ به این نیاز اجتماعی بود، در واقع همه اینها میخواستن به این نیاز اجتماعی پاسخ بدن که جامعه اینطوری بتونه امیدوار باشه که حقوق شهروندیش رو یک روزی میتونه بگیره. حتی در غیاب این هم متاسفانه مذهب یک راه حلی است برای جوامعی که مکانیسم حقوقی ندارند برای اینکه شما بتونید به عنوان شهروند به حقوقتون دسترسی پیدا کنید.
ارجاع میده به جهان دیگه و بنابراین از اونجایی که در این جهان نمیشه از طرق مادی و حقوقی انسان بتونه به حقوقش برسه، ارجاع میده به یک جهان دیگه، مثلا لعن و نفرین میکنه، میگه امیدوارم که در جهان دیگه فلان بلا سرت بیاد، فلان عذابو بکشی، چون ناامید شده از اینکه در همین جهانی که داریم توش زندگی میکنیم یک مکانیسم حقوقی باشه که در اون بشه انسان به حقوق اولیه‌اش برسه و در واقع حقوق شهروندیشو داشته باشه، چون نداره ارجاعش میده به حتی به یک دنیای دیگه. بله، همه اینها در شرایط استبداد سیاسی به شدت رونق میگیره، همونطور که دیدیم در سالهای اخیر. نمونه هایی هم که گفتیم آخرین نمونه، اولین نبود، آخرین هم نبوده، و همین نمونه که فردی سوار بر اسب میشه با استفاده از پارچه سبز و موسیقی های مذهبی که از فیلم های مذهبی وام گرفته شدن، فرد خودش رو منجی نشون میده و مردم عرضه میکنه و در شبکه های اجتماعی میاد میگه که من منجی شما، میخوام شما رو مثلا نجات بدم و من همون منجی مذهبی هستم که پیشتر منتظرم بودید. اما راه حل چیست؟ بسیار از دوستان، یکی از سوالهای اساسی این بود که همین صحبت ها رو کردیم، همین نقد ها رو کردیم، بسیار خوب فهمیدیم که در شرایط استبداد، اختناق، در شرایط زوال سیاسی، زمینه ظهور این طیف بزرگ از گروه های عرفانی و مذهبی زیاد میشه. چه باید کرد؟ راه حل خرد، عقلانیت و منطق و حقوق، مکانیسم حقوقی مشخص. حقوقدانان، متفکرین باید راه حلی پیدا کنند که ما از این شرایط بنبست با استفاده از علم نجات پیدا کنیم، محیط زیستمون رو نجات بدیم. اینها خیلی حرفای کلیه، با حرف هم چیزی درست نمیشه، اما اگر همه به این نتیجه برسیم که راه حل ما در علم و در واقع دانش و حقوق و مکانیسم‌های حقوقی نهفته، که بتونیم خیالمون راحت باشه، نه بر اساس اعتماد، نه بر اساس باور موهومی نسبت به چیزی که کسی ندیده و دنیای دیگه‌ای که هیچ کسی ندیده، بلکه بر اساس قواعد مشخص. درست مثل این میمونه که فردی میخواد خونش رو اجاره بده، با استفاده از برگه قرارداد امضا شده یا مشخص اون خونه رو اجاره میده. اگر تخلیه نشود چه میشه؟ بنابراین جای نگرانی باقی نمونه اگر یک مکانیسم حقوقی مشخصی باشه. بنابراین اختلافی هم پیش نمیاد. چرا؟ چون نهایتاً این برگه امضا شده حقوقی هست که نشون میده که ضامن این هست که ما حقوق اولیه‌مون در جامعه و در حکومت‌های بعدی تضمین میشه. ما باید افکارمون رو در این جهت پیش ببریم که بتونیم با همدیگه، نه بر مبنای اعتماد، خیلی خوبه که اعتماد اجتماعی داشته باشیم به همدیگه، بتونیم در واقع اعتماد کنیم به هم که بد هم رو نمیخوایم، اما در این حال در دنیای سیاست نباید اعتماد کرد. ما باید با هم دیگه قواعد حقوقی دور هم بشینیم، با هم قواعد حقوقی تنظیم کنیم که تضمین بدیم که حقوق همدیگه رو زیر پا نخواهیم گذاشت. در چنین شرایطی است که همه ما میتونیم مطمئن باشیم که نه از طریق یک منجی مذهبی غیبی که حرفای عجیب و غریب و کلمات عجیب غریب میگه، بلکه از طریق همین سازوکار مدنی و مشخص که ممالک پیشرفته دنیا از کشورهای مختلف، کشورهایی هستند، کشورهای اسکاندیناوی، اروپا و کشورهایی که قانون در اون حرف اول آخر میزنه. در آسیا هم کشورهای زیادی هستن که قانون حرف اول آخر میزنه. اگر قانون حاکم بشه و مکانیسم حقوقی که شهروندان بتونن از طریق مکانیسم حقوقی به خواستهاشون برسن، دیگه صحبت از منجی در این داستانها نیست. شما به ندرت میبینید که حالا یه گروهی مثلا در یک کشور مترقی مثل سوئد و نروژ و فنلاند ظهور کنه و اقبال عمومی پیدا کنه، مردم دنبال منجی باشن که نجاتشون بده. از چی باید نجاتشون بده؟ هر اون چیزی که میخواند از طریق حقوقی و مدنی میتونن بهش دسترسی پیدا کنن، از طریق صندوق رأی، از طریق مکانیسم شهروندی میتونن دسترسی پیدا کنن. بنابراین نیازی ندارم به این که دل ببندم به کسی که سوار بر اسب سفید میاد و مثلا یک اذکار و ادعیه میخونه و چیزهای عجیب و غریب میگه و از عالم غیب صحبت میکنه. نیازی به عالم غیب ندارن، نیازی به همین قلم و کاغذ دارن و مکانیسم حقوقی و مدنی و شهروندی. تمام کشورهای مترقی در اونها میبینید آمار جرم و جرائم پایینه، آمار سرقت و دزدی و تجاوز پایینه، کشورهای ثروتمند مرفعی هستن، مردم شادی دارن بدون نیاز به این منجی های عجیب و غریب که هر آن میخوان بیان دنیا رو متحول کنن و نجات بدن. اینها مال ممالکیه که استبداد زده، اختناق زده و در شرایط زوال سیاسی هستن. در شرایط توسعه سیاسی ما چنین چیزی نخواهیم داشت. بسیار خوب، برنامه ما در اینجا به پایان خودش میرسه. سپاسگزارم از همه دوستانی که تا اینجا
همراه ما بودند. در روزهای آینده این برنامه در فیسبوک آموزشکده جامعه مدنی توانا در لایو خواهد موند و ویدئوی اون هم در وبسایت توانا منتشر خواهد شد. شب و روز شما بخیر. بدرود.